توانایی نظامی حوثی‌ها چیست؟ یمن کجاست و چرا اهمیتی راهبردی دارد؟ حوثی‌ها از چه حمایتی برخوردارند؟ حوثی‌ها گروه تحت حمایت ایران در یمن به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ حمله می‌کنند. آنها چه سلاح‌هایی دارند و آیا عملیاتی که به رهبری آمریکا برای متوقف کردن آنها انجام می‌شود، موفقیت‌آمیز خواهد بود؟ یمن یکی از تهی‌دست‌ترین کشورهای جهان است و از زمان جنگ داخلی سال 2014 که جنبش شیعیان مسلمان حوثی صنعا پایتخت این کشور را تصرف کردند، جنگ داخلی یمن را به ویرانی کشانده است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی با پشتیبانی آمریکا و بریتانیا حملات هوایی را علیه حوثی‌ها آغاز کرد که منجر به ویرانی و فقر بیشتر در این کشور شد. با این حال حوثی‌ها توانایی خود را برای تهدید به ایجاد اختلال در خطوط حمل و نقل دریایی از ماه نوامبر نشان دادند و حالا بریتانیا و آمریکا به آنها حمله کردند. این درگیری می‌تواند عواقبی جدی برای اقتصاد جهانی داشته باشد. عمده قدرت حوثی‌ها در ایجاد اختلال در خطوط حمل و نقل دریایی مدیون موقعیت جغرافیایی قلمرویی است که در اختیار دارند. حوثی‌های تحت حمایت ایران بخش‌های بزرگی از یمن را پس از به قدرت رسیدن در سال 2014 در اختیار خود دارند، از جمله صنعا، پایتخت این کشور، شمال این کشور و نوار ساحلی دریای سرخ را. این موقعیت به آنها امکان تسلط بر تنگه باب المندب را می‌دهد و در نتیجه کوتاه‌ترین مسیر کشتیرانی را که اروپا و آسیا را به هم متصل می‌کند، در تیررس سلاح‌های آنها قرار می‌دهد. به گفته فرماندهی مرکزی نظامی آمریکا، از 19 نوامبر سال 2023 گروه حوثی‌های یمن در مجموع حداقل 26 حمله جداگانه علیه کشتی‌های تجاری که در جنوب دریای سرخ و خلیج عدن حرکت می‌کنند انجام داده است. حوثی‌ها مدعی‌اند که این حملات پاسخی به حمله اسرائیل به غزه است و می‌گویند که کشتی‌هایی را هدف قرار می‌دهند که مرتبط با اسرائیل هستند. اما منتقدان میگویند که بسیاری از حملات اخیر به کشتی‌هایی بودند که مطلقاً ارتباطی با اسرائیل نداشتند. آنها میگویند که حوثی‌ها از وضعیت غزه بهره برداری می‌کنند تا محبوبیتشان را افزایش دهند و توانایی خود را به رخ بکشند و به ایران ثابت کنند که می‌توانند متحد مؤثری باشند. در حملات اخیر به کشتی‌ها در دریای سرخ، حوثی‌ها از موشک‌های کروز، موشک‌های بالستیک، پهپادها و شناورهای بدون سرنشین در سطح استفاده کرده‌اند. حوثی‌ها در تازه‌ترین حمله‌شان با استفاده از قایق‌های کوچک و یا هلیکوپترها سوار آن کشتی‌ها شدند یا تلاش برای تصرف آنها کردند. گمان می‌رود پهپادهای انتحاری که حوثی‌ها استفاده می‌کنند پهپادهای قاصف باشند و پهپادهای صمد دوربرد با پره‌های به شکل وی ناحیه دومشان. این سلاح‌ها را حوثی‌ها ابتدا در نبرد طولانی مدتشان با عربستان سعودی استفاده کردند. به گفته یه مؤسسه سیاستگذاری خاور نزدیک واشنگتن، حوثی‌ها موشک‌های کروز ضد کشتی با برد 80 تا 300 کیلومتر از جمله موشک‌های صیاد و سجیل را در اختیار دارند. این اندیشکده میگوید موشک‌های ضد کشتی بالستیک این گروه می توانند به هدف‌های با فاصله 300 کیلومتری نیز شلیک کنند. ردگیری این موشک‌ها بسیار دشوارتر است چون مسیر حرکت آنها بسیار بالاتر است و با سرعت بالایی حمله می کنند. اما به گفته مؤسسه واشنگتن عملکرد این موشک‌ها مستلزم ارائه اطلاعات هدفگیری به موقع از سوی پهپادها، کشتی‌ها یا نیروهای شریک دیگر است. دریادار برت کوپر، معاون فرماندهی نیروی دریایی آمریکا، در آن روز گفت خوشبختانه این حمله تلفاتی نداشت و به هیچ کدام از کشتی‌ها صدمه‌ای وارد نشد، ولی استفاده از شناورهای بدون سرنشین برای حمله اسباب نگرانی است. او این حمله را نشان استفاده از یک توانایی جدید توصیف کرد. اما حوثی‌ها شناورهای بدون سرنشین در ژانویه 2017 در حمله به ناوچه المدینه عربستان سعودی استفاده کرده بودند و به گفته دولت عربستان یک بار دیگر هم در تلاشی ناکام به یک نفتکش عازم عدن در مارس سال 2020 در یمن حمله کردند. حوثی‌ها تحت حمایت ایران هستند و خود را بخشی از به اصطلاح محور مقاومت توصیف می‌کنند که شامل حزب الله در لبنان، رژیم بشار اسد در سوریه، حماس در غزه و گروه‌های دیگر تحت حمایت ایران در مخالفت اعلام شده با اسرائیل و آمریکاست. در فوریه 2023 دولت بریتانیا گفت که شواهدی مبتنی بر ارتباط مستقیم بین حکومت ایران و قاچاق سامانه‌های موشکی مورد استفاده حوثی‌ها
برای حمله به عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سازمان ملل ارائه کرده است. دولت بریتانیا گفته است که کشتی منتروز نیروی دریایی سلطنتی در دو نوبت در اوایل سال 2022 سلاح‌های ایرانی را از دو قایق تندرو که قاچاقچیان در آب‌های بین‌المللی جنوب ایران استفاده می‌کردند، توقیف کرده است. نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا می‌گوید که این محموله شامل موشک‌های زمین به هوا، موتورهایی برای موشک‌های کروز زمین به زمین و یک پهپاد تجاری برای فعالیت‌های تجسسی بوده است. آمریکا، بریتانیا و چندین کشور دیگر به حوثی‌ها هشدار دادند که حملاتشان را متوقف کنند و نیروی چند ملیتی را در دسامبر 2023 ایجاد کردند تا به مسائل امنیتی در جنوب دریای سرخ و خلیج عدن رسیدگی کنند. شب 11 ژانویه این ائتلاف حمله خود را انجام داد. نیروی هوایی آمریکا گفته است نیروهای آمریکا با همکاری بریتانیا، استرالیا، بحرین، کانادا و هلند به بیش از 60 هدف در 16 موقعیتی که شورشی‌های حوثی در یمن از آنها استفاده می‌کنند، حمله کردند. اما تحلیلگران اشاره کردند که سالها حمله سعودی‌ها و متحدانش از طریق هوا نتوانسته است حوثی‌ها را به طور کامل شکست دهد.